خط خبرها. دستور تعطیلی واحدهای تجاری تهران و مشهد از امروز. آیت الله خامنه ای میگوید ایران برای مبارزه با کرونا از آمریکا کمک نمیگیرد. ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. تایید اولین موارد ابتلا به کرونا در کابل. آمار رسمی مبتلایان در افغانستان به 34 نفر رسید. قرنطینه ملی 14 ساعته در هند. روسیه و کوبا به ایتالیا پزشک می‌فرستند. و تأکید سازمان ملل بر مدیریت منابع آب برای کاهش تغییرات اقلیمی. پالایش فاضلاب‌ها باید یک اولویت باشد. سلام دوباره، خوش آمدید به این بخش خبری. استانداری تهران دستور داده که از امروز همه مراکز تجاری به غیر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و داروخانه‌ها تعطیل شوند. در مشهد هم از تمام مجتمع‌های تجاری خواستند که تعطیل کنند. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بعضی از مناطق ایران هم مقام‌های محلی تلاش می‌کنند رفت و آمد‌های شهری و بین شهری را محدود کنند. طبق تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت ایران از دیروز بیش از 1000 نفر دیگر مبتلا به کرونا شناسایی شدند و نزدیک به 130 نفر جانشان را از دست دادند. ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد. این روزا من خیلی یاد پدر خدا بیامرزم می‌افتم. آقا جونم هر وقت ما داشتیم از خونه می‌اومدیم بیرون میگفت بشینین سر جاتون. اگه برف می‌اومد میگفت تو این برف کجا می‌ریم بشینین سر جاتون. اگه گرم بود میگفت تو این آفتاب کجا می‌ریم بشینین سر جاتون. اگه عید بود میگفت تو این عید شروع کجا داریم میریم بشینین سر جاتون. خلاصه دائما به ما میگفت بشینین سر جاتون چون نگران ما بود. منم الان نگران شما. میخوام از قول آقا جون خدا بیامرزم بهتون بگم بشینین سر جاتون تا عید همگی مبارک باشه. بشینین سر جاتون. پیامی که این روزها در گوشه و کنار دنیا به گوش میرسد: در خانه بمانیم. اما در ایران به نظر نمی رسد بحران کرونا و لزوم خانه نشینی در این شرایط را بعضی از مسئولان و مردم آنطور که باید جدی گرفته باشند. وضعیت ترافیک رو می بینید که هموطنان همچنان خارج از منزل و... اینها تصاویری از جاده های ایران در نخستین روزهای سال نو خورشیدی است. گروهی که با وجود هشدارهای پزشکی برای دوری از افراد سالخورده و کسانی که در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرند باز هم راهی سفر شدند و دید و بازدیدهای عید را کنار نگذاشتند. مشکل پیش اومده برام میخوام بریم برمیگردیم زیاد چیز نمیکنیم اونجا حساب وای نمیستیم. 20 روز تهران موندیم نمیشد بیاد بیرون. ما خونه پدر مادرمون میریم مسافرت نمیریم. آمار نشان می‌دهد که تنها در 2 روز نخست سال نو بیش از 1 میلیون سفر از تهران صورت گرفته. 10% از این سفرها به همدان بوده. با ادامه ترددهای شهری و بین شهری، مدیران سابق سازمان بیمه ایران از دولت خواستند تدابیری برای محدود کردن رفت و آمدها در نظر بگیرد. آنها در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران هشدار دادند که اگر برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا اقدام نشود، به دنبال خطاهای برآوردی در بهمن شاهد مشکلات بیشتری در اواخر فروردین ماه خواهیم بود. مسئولان برخی از شهرها هم رأساً وارد عمل شدند تا جلوی ورود مسافران به شهرهایشان را بگیرند. از جمله شهردار یزد گفته برای جلوگیری از شیوع ویروس ورودی‌های شهر را بسته و به مسافران غیربومی اجازه ورود نمی‌دهند. فرمانداری بروجرد هم اعلام کرده که به هیچ خودرویی با پلاک غیر بروجرد حق ورود به این شهر را نخواهد داد و تمام خودروهای غیر بومی که از قبل وارد شهر شدند هم حق تردد در شهر ندارند. ظرف 24 ساعت گذشته حداقل 1028 نفر مطابق یافته‌های آزمایشگاه‌های مورد تایید ما در سراسر کشور از موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 قلم داد میشن. آخرین آمار وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا حکایت دارد. بر این اساس تا امروز 21638 نفر مبتلا شدند و در یک روز گذشته با مرگ 129 نفر دیگر تعداد قربانیان به 1685 نفر رسیده. 7913 نفر هم بهبود یافتند. بیشترین مورد افزایش در شهر تهران بوده. از دیروز 249 مورد جدید در این استان گزارش شده. با
گسترش ویروس کرونا و در جدیدترین اقدام دولت با دستور استانداری‌ها همه مراکز تجاری به جز داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی از امروز در تهران و مشهد تعطیل خواهند بود. در استان گیلان در شمال کشور یکی از مراکز گسترش ویروس کرونا به نظر می‌رسد همچنان سفرها ادامه دارد. حالا نماینده وزارت بهداشت در این استان از احتمال بروز موج دوم شیوع کرونا در این استان به دلیل عدم رعایت و ادامه ترددهای شهری و برون شهری خبر داده. فقط بخشی از مردم نیستند که خطر شیوع کرونا را جدی نگرفتن، بلکه برخی از مسئولان کشوری هم به شیوع این ویروس به عنوان یک توطئه علیه ایران نگاه می‌کنند. از جمله شخص آیت الله خامنه ای که آمریکا را متهم به تولید ویروس کرونا کرده و در پاسخ به پیشنهاد کمک دارویی این کشور میگوید ایران از آنها کمک نخواهد گرفت. شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش. با این حال البته برخی کمک های بین المللی راهی ایران شده. از جمله بهرام قاسمی سفیر ایران در فرانسه از اعزام اولین هواپیمای کمک های پزشکان بدون مرز به ایران خبر داده. او گفته این کمک ها شامل یک بیمارستان صحرایی، دارو، ماسک و لباس های مخصوص کادر پزشکی و دیگر تجهیزات مورد نیاز است که امروز از فرانسه راهی تهران شده. ریحانه مظاهری، بی بی سی. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه‌ای وقتی که این در واقع گمان رو مطرح میکنه که ممکنه آمریکا کمک‌هاش منجر به ماندگاری ویروس در ایران باشه، فکر میکنید که در آینده چه تأثیری میتونه بذاره با فرض اینکه آمریکا موفق شه واکسن کرونا رو کشف بکنه؟ ببینید، البته من به پیشنهاد کمک آمریکا خب کاری ندارم. نیویورک تایمز میگه همون روزی که این پیشنهاد کمک مطرح میشده، مثلا آقای پومپئو پیشنهاد حمله رو مطرح کرده و گفته که ایران در این زمینه تحت فشاره. منتها چه پیشنهاد صادقانه باشه صادقانه نباشه، سطح استدلال هایی که آقای خامنه ای امروز ارائه داد برای رد این پیشنهاد خنده داره. یعنی شما رو بیشتر یاد داستان بزبز قندی میندازه این پیشنهاد، که آقا از کجا معلوم شما یه دارو نیارید این وسط که وضع ما رو بدتر بکنه، یا از کجا معلوم نیارید شرایط مردم ایران رو بخواد بررسی کنه تو کشوری که 10% مردمش مهاجرت کردن و خارج از کشورن. فکر کنم آقای خامنه ای خودش میدونه که در واقع این تئوری توطئه، توهم توطئه وجود نداره، دروغه، تعمدن داره این کار رو میکنه. اگه یادتون باشه در ماجرای بوئینگ هم همین که بوئینگ رو زدن، همین جریانی که الان صحبت از توهم توطئه میکنه در همین رسانه‌های سپاه و صدا و سیما بحث هک شدن رادار ایران رو مطرح کرد. بعد از ماجرای کشتار آبان ماه، حتی در ماجرای شلیک سال 88 هم اگه یادتون باشه، دوباره همین جریان اومد گفتش که خود مردم خودشونو کشتن. ندا آقا سلطان گفت، خبرنگار بی بی سی ندا آقا سلطان رو کشته بعد برده توی آمبولانس. ببینید، توهم توطئه آگاهانه انتخاب میشه. بخشش ممکن هست در بین روحانیون کهنسال ندونن، پرت باشن، حرفای بی سر و ته بزنن. منتها اون هسته سخت قدرت، هسته مرکزی قدرت خوب میشناسه تحولات رو، آمدانه چنین چیزی رو مطرح میکنه. هدفش بیشتر پنهان کردن سوء مدیریت داخلی است، این یک. و دوم که از فضا استفاده کنه، به هر حال دو تا فوش با آمریکا بده، دو تا دشمن علیه آمریکا پیدا بکنه. دو تا دشمن هم دو تا دشمنه. برای فکر نمیکنم تاثیر جدی در معادلات سیاسی ایران چه در هر حالتی بگذاره. در شرایط فعلی حکومت آمادگی نزدیک شدن به آمریکا رو نداره، تصور نمی‌کنم پیشنهاد رو بپذیره. و اگر هزاران نفر که 10,000 نفر هم بمیرن، تصور این است که در نهایت آقای خامنه ای حرف خودش رو انتخاب خواهد کرد. بحث همین تبعات انسانی که بهش اشاره کردین، برای اینکه اگر فرض بگیریم که فرضاً تا 6-7 ماه دیگه آمریکا اون کشوری باشه که موفق باشه واکسن رو کشف بکنه، آیا آیت الله خامنه ای با حرفای امروز میتونه بپذیره که از این واکسن استفاده بشه در ایران؟ خب البته آیت الله خامنه ای استاد نرمش قهرمانان است. اینکه یادتون نره، به ضمن اینکه در یادتون باشه در همین شرایط هم از مراجع تقلید محافظه‌کار قم، اگر اشتباه نکنم آیت الله مکارم شیرازی، استفتا کردن که به فرض حتی اگر اسرائیل چنین واکسنی رو کشف بکنه چه اتفاقی میفته. پاسخ استفتا این بوده که خرید و فروشش مجاز نیست، اما استفادهش بله. اگر چنین شرایطی آماده بشه، چنین واکسنی رو مثلا آمریکایی‌ها پیدا بکنن، اگر سیاسی نشه، آمریکایی‌ها حاضر باشن بدن که تصور میکنم این کار رو خواهند کرد، طبعاً جمهوری اسلامی هم میتونه استفاده بکنه. فعلا در مقطع فعلی مقطع کوریخونیه. حداقل دو تا گروه در دو زمان مختلف تا الان ادعا کردن که ما داروی کرونا رو کشف کردیم. نمیدونم تعداد گزارش‌هایی که پیدا شده در مورد ماسک‌هایی که ارتش و سپاه ایران تولید کردن،
اگر اینا رو با هم جمع بزنیم ده ها میلیون ماسک میشه. هنوز تو ایران ماسک ندارن پرستارا. فعلا مقطع تبلیغات و پروپاگاندا است، تاثیر زیادی در بازی نداره. تمرکز اصلی حکومت روی ساکت کردن صدای رسانه هایی است که گزارش های خلاف گزارش های رسمی منتقل میکنن و در نهایت دست و پنجه نرم کردن با بحران، برگشتن به در واقع به همون سیاستی که قبلا میگفتم اول جنگ جهانی اوله. فعلا درگیر این چیزا هستن، به اون سطوح نمیرسند. متشکرم. مهدی مهدوی آزاد با ما. وزارت صحت افغانستان میگوید 10 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور ثبت شده، از جمله در کابل. به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان شناسایی شده به 34 نفر رسیده. وزیر بهداشت خواهان قرنطینه شدن هرات است که به گفته مقام‌های دولتی بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در افغانستان را دارد. دکتر دستگیر نظری، رئیس مسئولیت جمعی وزارت صحت و بهداشت از کابل با ماست. آقای دکتر، فکر میکنید که امکان این هستش که هرات قرنطینه بشه؟ سلام خدمت شما. دقیقا پیشنهاد وزارت صحت عامه افغانستان برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کمیته عالی کنترل کرونا که معاون صاحب دوم ریاست جمهوری در رأس کمیته هستند، پیشنهاد وزارت صحت عامه همین بود که هرات باید قرنطین شود و قرار است فردا صبح یک نشست زیر رهبری خود هیئت و یا کمیته کرونا گرفته شود و در کمیته تصمیم گرفته شود که از چه زمان قرنطین شروع خواهد شد و در چه شکل ابعاد دیگر پروسه قرنطین پیش خواهد رفت. وقتی که به نقشه گسترش کرونا در افغانستان نگاه میکنیم به نظر میاد که الان بسیاری از مناطق درگیر کرونا هستند. چه تمهیداتی شما اندیشیدید برای مقابله با کرونا؟ دقیقاً ما متاسفانه تمام 34 واقع مثبت در افغانستان واقعات وارداتی بوده. خوشبختانه ما گردش ویروس در جامعه عملاً تثبیت نشده، یعنی تمام واقعات مریضایی که ثبت شدند وقتی ما سابقه میبینیم سفر از واره بر یکی از کشورهایی که واقعات بیشتر کرونا را دارن سفر داشتن و به این خاطر ما مطمئن میشیم که خب گردش ویروس عملا داخل جامعه نشده. مگر با آن هم چون امکان گردش ویروس در بین جامعه بسیار زیاد هست و مردم یک مقدار پیام های وزارت صحت عامه را متاسفانه جدی نمیگیرن، به این خاطر وزارت صحت عامه افغانستان بر علاوه کارهای معلومات و آگاهی دهی عامه یک مقدار کارهایی را به خاطر اضافه نمودن بسترها در ولایات مختلف افغانستان شروع کرده که ما از جمله میشه که در ولایت هرات تعداد بسترهایی که صرف به خاطر کرونا میتونیم که ما مریضا را در واقع پذیرایی بکنیم و از اوها مراقبت بکنیم به 700 بستر ارتقا یافته و در تمام ولایتایی که فعلا واقعات دارن یا ندارن حداقل 10 بستر و تا حد اکثر تا 200 بستر در ولایت‌های مختلف افغانستان بسترها به خاطر جلوگیری و تداوی مریضای کرونا در واقع ساخته شده. متشکرم. دکتر دستگیر نظری، رئیس مسئولیت جمعی وزارت صحت افغانستان. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ایران برای مقابله با گسترش ویروس کرونا دستور تعطیلی واحدهای تجاری در تهران و مشهد صادر شد. با تایید اولین موارد ابتلا به کرونا در کابل، آمار رسمی مبتلایان در افغانستان به 34 نفر رسید. در ادامه این برنامه، تاکید سازمان ملل بر مدیریت منابع آب برای کاهش تغییرات اقلیمی. تعداد موارد ثبت شده ابتلا به کرونا در جهان از 317,000 نفر گذشت. ایتالیا با بیشترین مرگ و میر سخت‌ترین دوران را تجربه می‌کند. در کشورهای دیگری هم که موارد معدودی از ابتلا گزارش شده، تدابیر سختگیرانه‌ای به اجرا درآمده. حتی بعضی تا مرز لغو انتخابات پیش رفتند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اسرائیل اولین جانباخته کرونا را به خاک می‌سپارد. یک قربانی 78 ساله که طبق دستورات وزارت بهداشت باید در مشمای پلاستیکی به خاک سپرده شود. تا آنگونه که رسم این یهودیان ارتدوکس است، در کفن. امکانات اسرائیل با نزدیک به 1000 مورد ابتلا به مراتب بیشتر از فلسطینیانیست که آن سوتر در غزه با تنها 2 مورد ابتلا دلیل بسیار بیشتری برای نگرانی دارند. کشورهایی که موارد اندک از ابتلا را دارند، موارد متفاوتی از سختگیری‌های پیشگیرانه را در پیش گرفتند.
یا مثل بولیوی با حدود 100 مورد ابتلا انتخاباتی را که قرار است 2 ماه دیگر برگزار شود لغو کردند، یا مثل گینه با 8 مورد ابتلا امروز انتخاباتی را برگزار کرد که منتقدان میگویند تنها نتیجه آن تحکیم قدرت بیشتر رئیس جمهوری خواهد بود. کشورهای دیگری مثل تایلند رفته رفته مراکز تجاری خود را برای مواجهه با شیوع کرونا تعطیل می‌کنند. اما بیمار می‌رود که کشورهای آسیایی مثل تایلند به کانون‌های بعدی شیوع کرونا تبدیل شوند. مثلا لاوس یا میانمار که هیچ موردی از ابتلا را تاکنون گزارش نکردند، ولی متخصصان می‌گویند شاید یک اپیدمی پنهان و گزارش نشده‌ای را تجربه می‌کنند. هیچ جا نگرانی ها از شیوع یک اپیدمی به اندازه هند نیست. خیابان های خلوت امروز در هند و لغو فعالیت قطارهای سراسری که روزانه 25 میلیون نفر را جابجا می کند نشان از این نگرانی ها دارد. صدها میلیون نفر در هند در خانه های خود مانده اند. اما حتی 300 مورد ابتلا در کشوری با 1,300,000,000 جمعیت جایی برای تسامح باقی نمی گذارد. در این میان کشوری که غم‌انگیزترین تجربه را با کرونا دارد ایتالیاست. ایتالیا دیشب مرگ نزدیک به 800 نفر را بر اثر ابتلا به کرونا اعلام کرد. رئیس جمهوری این کشور وضعیت قرنطینه را تمدید کرده و گسترش داده و همه فعالیت‌های اقتصادی را هم تعطیل کرده، مگر آنهایی که برای تأمین مایحتاج و خدمات ضروری نیاز است. کارکنان این بخش از اقتصاد با روحیه بالای کار می‌کنند و در این انبار مواد اولیه با آواز خواندن این روحیه مثبت را به هم انتقال می‌دهند. علاوه بر روسیه که ارتش خود را به یاری ایتالیا رسانده، این پزشکان کوبایی هم راهی ایتالیا شدند تا هم کمک کنند هم از تجربه این کشور بیاموزند. نمونه‌های یاری رساندن ملت‌های مختلف به یکدیگر زیاد است، ولی لزوم حفظ فاصله گاهی حتی کمک به اعضای خانواده را هم دشوار می‌کند. امروز در بریتانیا روز مادر است، ولی به مردم توصیه شده به مادران خود نزدیک نشوند تا مبادا با آنها ویروس را انتقال دهند. گل‌هایی که باید امروز تقدیم میلیون‌ها مادر در بریتانیا می‌شد، اینجا در هلند که مرکز صادرات گل به اروپا است، از بین برده می‌شود. هم گل‌ها، هم امیدهای کسانی که از این راه امرار معاش می‌کنند. سیاوش اردلان، BBC. در آمریکا با افزایش شهرها و ایالت‌هایی که از ساکنان خود می‌خواهند در خانه بمانند، حالا از هر 5 آمریکایی باید 1 خانه نشین شود تا بلکه سرعت شیوع ویروس کرونا در این کشور پهناور کاهش یابد. فرماندار نیویورک هم که با 10,000 مبتلا کانون این اپیدمی در آمریکا شده، دستور داده همه کسب و کارهای غیر ضروری تا اطلاع ثانوی تعطیل شود. شمار ثبت شده مبتلایان به کرونا در آمریکا به 27,000 نفر نزدیک شده. تعداد جان باختگان هم به حدود 350 نفر رسیده. هادی نیلی از واشنگتن با ماست تا آخرین ها رو به ما بگه. هادی، اوضاع چطور اونجا؟ حدود 1/5 مناطق مسکونی الان دیگه زیر درخواست خانه ماندن هست، به شکل‌های مختلف، با شدت‌های مختلف. مشخصا در نیویورک که الان دیگه کانون شیوع ویروس کرونا هست، حداقل اونطور که ثبت شده، اینطور به نظر میرسه در تصویر میبینیم، این هست که گفته فرماندار نیویورک اعلام کرده که دیگه هیچ کس به جز کسانی که مشاغل ضروری دارن نمیتونه از خانه بیرون بیاد. به این ترتیب فردا دوشنبه که روز اول هفته کاری با این شرایط جدید خواهد بود، به طور واضحی شهر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. همین الان هم در تصاویری که ما از خیابان‌های نیویورک میبینیم، مثلا اون میدان معروف تایمز در نیویورک در وسط منهتن خالی هست، جوری که برای خیلی از کسانی که این تصویر رو ببینند در واقع تصویر بی سابقه ایه برای کسانی که چه در نیویورک زندگی بکنن و چه به اونجا سفر کرده باشن. در ایالت‌های دیگه هم همینطوره. در شهرها و مناطقی که هنوز دستوری از طرف مقامات صادر نشده برای اینکه شهروندان در خونه بمونند، هم گمان میره که ظرف روزهای آینده شاید چنین دستورهایی بیاد. این دستورها در سطوح مختلفی از درخواست برای در خانه ماندن هست، تا اینکه دستور بدن هر کس هر جا که هست بمونه. این چیزی هست شبیه قرنطینه خودخواسته همه افراد. در این حال با افزایش تعداد بیماران و مبتلایان، نظام درمانی آمریکا هم بیشتر و بیشتر با افرادی مواجه میشه که نیاز دارن به رسیدگی ویژه. و در روزهای گذشته پیام‌های پرستاران و پزشکان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که خواستار تأمین بیشتر تجهیزات
پیشگیری و حفاظتی هستند برای پرستاران و پزشکان در مناطق در دستگاه‌های درمانی کشور. هادی، وضعیت آزمایش و تست‌های کرونا چطوره؟ برای اینکه گزارش‌هایی داشتیم که بعضن حتی یک هفته ممکنه طول بکشه تا جواب آزمایششون رو بگیرند افراد. همینطوره، وجود نداشتن تعداد تست کافی برای افراد در هفته‌های اول باعث شد که خیلی دیرتر تصویری از میزان شیوع ویروس کرونا در آمریکا به دست بیاد. همین الان هم همچنان درخواست تست کرونا بیشتر از اونی هست که تأمین شده و همچنان سرانه پایینی داره میزان آزمایش‌های کرونا در آمریکا. آمریکا از ابتدای بحران به دلایلی از جمله اینکه می‌خواست اینطور که اعلام کردن می‌خواستن که بار بیشتری روی سازمان بهداشت جهانی نگذارند، از ابتدا گفتن که بسته‌های آزمایشی و تست‌های کرونا رو خودشون باید تولید بکنن. یعنی بقیه کشورها از سازمان بهداشت جهانی می‌گرفتن ولی آمریکا خودش باید تولید می‌کرد. در این حال قرار بود که این تست‌ها متمرکز باشه در مرکز مهار و پیشگیری بیماری‌ها در آتلانتا، که باعث شد که یک در واقع صف طولانی ایجاد بشه از تست‌هایی که منتظر بودن که بررسی بشن در مرکز. ولی وقتی این قواعد رو سبک‌تر کرد، دولت آمریکا شروع کردن در خود ایالت‌ها و لابراتوارها و آزمایشگاه‌های خصوصی هم تست‌ها رو انجام دادن، تصویر دقیق‌تری از میزان شیوع به دست اومد. و در روزهای گذشته هم مقامات آمریکایی مرتب قول دادن که تعداد تست بیشتری ارائه می‌کنن، ولی همچنان این تعداد به اندازه‌ای نیست که درخواست وجود داره. ضمن اینکه این تست‌ها اساساً برای کسانیه که یا نشونه‌هایی از بیماری بروز بدن یا در معرض افرادی قرار گرفته باشن که این بیماری رو دارن. الان در خیلی از نقاط پرجمعیت آمریکا مقام‌های درمانی دارن توصیه می‌کنن که افراد فرض بکنن به هر حال در معرض بیماری قرار گرفتن و خودشون جوری رفتار بکنن که انگار ناقل بیماری هستند، و برای همین سعی بکنن که با حفظ فاصله اجتماعی به خصوص با افرادی که بیشتر آسیب پذیر هستن جلوی این ویروس، اونها رو در واقع حفظ بکنن از ابتلا به بیماری که میتونه برای اونها مشکل ساز باشه و رسیدگاهی ویژه لازم داشته باشه. متشکرم. هادی نیلی، خبرنگار ما از واشنگتن. شمار مبتلایان به ویروس کرونا اینجا در بریتانیا هم جهش چشمگیری داشته. در شبانه روز گذشته بیش از 1000 مبتلا شناسایی شدند. حالا آمار رسمی مبتلایان به بیش از 5000 نفر رسیده. 240 نفر هم جان باختند. با گرمتر شدن هوا دولت هشدار داده که مردم مراعات کنند و تا حد امکان از خانه بیرون نیایند. علی همدانی همکارم از مرکز لندن با ما، سابقا از محل در محل زندگیش از خونش علی با ما پیوسته. علی صدیق خان شهردار لندن خیلی هشدار جدی داده و احتمال این رو داده که ممکنه برای اجبار مردم برای فاصله گرفتن از هم حتی از نیروی پلیس هم استفاده بشه. بعد از اینکه امروز اعلام شد شمار مبتلایان به 5000 به بیش از 5000 نفر رسیده، و برای اینکه به شما بگم که حساسیت صادق خان شهردار لندن از چه بابت است، هفته گذشته در چنین روزی شمار مبتلایان در بریتانیا 1000 نفر بود و این شمار حالا 5 برابر شده. امروز صادق خان در یک گفتگویی که با بی بی سی داشتش گفت که اگرچه بسیاری رعایت میکنن و به خیابونها نمیان، اما اگر قرار باشه که همون تعدادی هم که میان ادامه بدن این روند زندگی رو، مجبور میشیم برخلاف خواسته‌ای که داشتیم از قوانین سخت‌تری رو بگذاریم. اجازه بده من نکته رو بگم. اینجا در لندن 88 نفر در طول 24 ساعت گذشته فوت کردن. قراره که به بیش از 1.5 میلیون نفر نامه‌ای فرستاده بشه و بر اساس پرونده‌های پزشکی که دارن و بهشون گفته بشه که 12 هفته نباید، یعنی حدود 3 ماه نباید از خونه بیرون برن. یادم باشه که امروز روز مادر هست اینجا در بریتانیا رانا، و بسیاری می‌خواستن برن به خانواده‌هاشون سر بزنن. حتی بوریس جانسون از روز جمعه و خود صادق خان امروز گفتش که این اتفاق میتونه به مبتلا شدن مادران سالمند و در واقع نقل ویروس از توسط جوانان به انتقال ویروس توسط جوانان به خانواده هاشون بشه. کمبودهایی در بیمارستان ها گزارش شده بود که امروز دولت اعلام کرده که داره سعی میکنه از جمله دستگاه های تنفس مصنوعی رو بیشتر بکنه. رن و نکته‌ای که وجود داره، حرف صادق خان رو بهش اشاره کردی، این هستش که لندن از روز گذشته بعد از هفته ها بارون، آخر هفته بارون آفتابی داشت و خیلی ها که حالا در خانه گرفتار شده بودند بدون کار و بدون فروشگاه‌ها، تصمیم گرفته بودند که برای هواخوری به جنوب بریتانیا در کنار به کنار آب برند. تصاویری که دیروز منتشر شد از سواحل بریتانیا مملو بود از آدم‌هایی که
انگار نه انگار خبری است و به سواحل جنوبی بریتانیا رفته بودن. هوا البته سرده ولی برای هواخوری و همین باعث شده بود که در واقع امروز صادق خان در گفتگوی با اندرو مار گوینده مشهور بی بی سی داشت این هشدار رو به مردم بده. متشکرم علی همدانی. و اما در روز جهانی آب، سازمان ملل متحد خواستار استفاده بهینه و مدیریت منابع آب برای کمک به مقابله با تغییرات اقلیمی شده. سازمان ملل میگوید یک اولویت میتواند پالایش فاضلاب‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی گاز گلخانه‌ای متان باشد، در حالی که 90% آب فاضلاب‌ها تصفیه نمی‌شود. سازمان ملل همچنین خواهان محافظت و بازسازی تالاب‌ها شده، چون تالاب‌ها 2 برابر جنگل دی اکسید کربن جذب می‌کنند و سدی در برابر سیل و پناهگاهی برای حیات وحش هستند. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از ترندهایم نروژ با ماست. آقای کرمی، تصفیه فاضلاب شرایط جهان رو چطور می‌بینید؟ آیا واقعا زیرساخت‌هایی وجود داره برای تصفیه فاضلاب؟ خب تصفیه فاضلاب تکنیکی ترین و میشه گفت بیشتر وابسته به تکنولوژی و نیازمند بیشترین سرمایه گذاری اقتصادی است توی دنیا، به خصوص برای شهرهای بزرگ. تصفیه فاضلاب خودش یک مشکل بزرگیه که بعد با تصفیهش ما سعی میکنیم که این مشکل رو به راه حل تبدیل کنیم، یعنی بحث کمبود آب رو باش برطرف بکنیم. اما خب خیلی از شهرهای بزرگ دنیا، شاید بگم بزرگترین مشکل بهداشتی توی دنیا الان بحث آب هست که عمدتا ناشی از همین فاضلابی است که رخ میده. اغلب هم اینقدر هزینه‌اش زیاده که رفتن به سمتش برای کشورها سخته، کما که کشور ایران هم نتونسته. بس تصفیه فاضلاب تهران رو شما ببینید، بس اصلا حساب شبکه فاضلاب تهران که از خیلی سال پیش، از 50 60 سال پیش هنوز نتونسته کامل اجرا بشه. بحث بازسازی و محافظت تالاب‌ها رو هم مطرح کرده وزارت سازمان ملل متحد. چه گام‌هایی برای بازسازی تالاب‌ها میشه برداشت؟ یعنی مسئله اصلی تالاب‌ها به واقع ما یه دعوایی داریم بین بشر و طبیعت سر آب. یعنی مقدار محدودی آب وجود داره، این آب به صورت طبیعی هزاران سال مال طبیعت بوده. حالا بشر اومده روز به روز هم نیازهاش بیشتر شده، تقاضای آب روز به روز افزایش پیدا کرده، عمدتاً مربوط به سبک زندگی میشه و اولین قربانیان این که انسان آب رو از طبیعت میدزده و خودش استفاده میکنه تالاب‌ها هستن. تالاب‌ها اولین جایی هستن که میخشکن، که خب حالا اون اثرات به عوارض خودش رو به جا میذاره. تالاب از این جهت مهمه که نماد این بین جنگ بین انسان و طبیعت است. راه نجات تالاب هم فقط تغییر سبک زندگی است. اتفاقا امسال، یعنی خیلی جالبه که هم سال جهانی آب و هم سال جهانی هواشناسی به حساب منطبق هست، نزدیک هستن به هم. شعار سازمان جهانی هواشناسی این هست که هر قطره آب رو بشمار. شعار به اصطلاح روز جهانی آب این هست که آب و تغییر اقلیم، که حالا این سبک زندگی انسان که به اصطلاح به این شکل پیش رفته و اون بحث تغییر اقلیم که رخ داده با هم باعث شده که این اثرات رو مگه طبیعت ببینیم. اولینش همین خشکیدگی تالاب‌ها است. متشکرم ناصر کرمی اقلیم شناس. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.